بسیار خوب، چشم. میگم همونطور که عرضم خدمتون هستن کسایی که از این قضیه سوء استفاده میکنن، حساب آدم رو توی این جریانات میبرن و مشکلاتی برای آدم بعدها به وجود میاد. ولی خب از اونجایی که این مسئله خیلی حائز اهمیته، نمیشم همینطوری که بر حسب این که ممکنه یه وقت اتفاقی بیفته افتادم بیفته آدم پشت گوش بذاره و از این موارد استفاده نکنه. خیلی ممنون، باشه چشم، خیلی محبت دارید، قربون شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا حافظ شما. بله بفرمایید. سلام استاد. سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. من میخواستم که اولا که تشکر کنم بازم از برنامه خیلی عالی و فوق‌العاده‌تون طبق معمول، بعدم به این دوست عزیزی که جدیدن نیستن که به جمع ما پیوستن تبریک بهشون بگم که حتما اتفاقی نبوده که کلیک کردن و شما رو پیدا کردن. و بازم البته من توصیه‌ام بهشون اینه که اگه میخوان از هر مشکلی به دور باشن همین دنبال برنامه شما رو بگیرن، همه چی درست میشه. مشکلی پیش نمیاد از نظر اون چیزهایی که میگفتن. و دیگه من میخواستم پیغامی که از این غزل گرفتم خدمتتون بگم. بفرمایید. میخواستم بگم که واقعا این غزل ما رو دائما در یه حالت یه حالتی نگه میداره که یعنی واقعا معنی زندگی همینه، یعنی دائما در حالتی هستیم که یعنی حالت رها کردن خیشتن خودمون هستیم، از اون اعتیاد به زور گفتن و زور شنیدن که کار من ذهنیه. دائما میتونیم خودمون رو با این غزل و با حرفایی که شما زدین خودمون رو نقد کنیم و ارزیابی کنیم، یعنی خودمون رو ارزیاب خودمون نگه داریم و این موقع از آزادی خودمون غافل نباشیم. اونطوری که اول کوشش میکنیم که از آزادیمون غافل نباشیم، بعدم دو مرتبه باز بر میگردیم و اون رابطه‌ای که خالی از زور باشه و هر وقت که ازش خارج میشیم دوباره به همون رابطه برگردیم و از آزادی خودمون غافل نباشیم، به زندگیمون جهت بدیم، یه جهت سازنده و رشد کننده بدیم که دائما در جهت سازندگی و رشد پیش بریم و از اون اعتیادی که به این من ذهنی داریم که دائما با زور فکر و گذشته و آینده و این چیزا رو به ما تحمیل میکنه از دستش خلاص بشیم. بسیار عالی، بسیار خوب، خیلی ممنون، لطف فرمودین، بسیار بسیار عالی، چشم، انشالله به حرف شما گوش بدیم. چشم، ما به حرف شما گوش بدیم. قربون شما برم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله بفرمایید. سلام استاد چاوزی. سلام، چطوری شما؟ خسته نباشین. شما هم جو خسته نباشید. باز یکی از برنامه های بسیار عالی. لطف دارین شما، خواهش میکنم. استاد من این دوست جدیدمون که امشب زنگ زد. بله بله. به قول منو همجوری که شما حرف میزن منو وادار کرد، یه مروری کردم به قول به این جاهایی که بودم تا حالا و به این جایی که رسیدم. آفرین. ببین من خیلی کارا کردم، به قول خیلی جاهای درهای مختلف رو زدم، از این کلاسای به قول سلف ایمپروومنت، کلاسای سروی، سمینارهای سه روزه تا کلاسای مثلا 10 روزه 24 ساعته تا مدیتیشنای 10 روزه 5 روزه پشت سر هم، خیلی درهای مختلف رو زدم و بله. واقعا خب من مطمئنم اونا خیلی کمک کردن، خیلی زمینه ساختن برای من که شاید آماده سر باشم برای پذیرش دادن برنامه شما. ولی واقعا تنها چیزی که دائما بیداری رو در من بیدار کرد و هی روز به روز بیشتر و بیشتر همین برنامه شما بود. من یادمه یه موقع شما میگفتید که این غزلا رو مثلا 10 بار 20 بار 30 بار گوش کنین و به قول هر سطری داره سطر دیگر رو تایید میکنه، فلو داره تو این سطر را. من اوائلش جدی نمیگرفتم این حرفا رو تا اینکه رفتم به قول میخش شدم، تا اینکه رفتم این کار رو کردم. آفرین. واقعا جواب داده، یعنی واقعا هیچ وقت اینجوری کانسیستن منو دائما به قول بالاتر نبرده، تو عمق نبرده. ای کاش منم میتونستم مثل شما از لغت ها و چیزهای خیلی بهتر استفاده کنم، ولی به قول that's the best I can do. خواهش میکنم.
خیلی کمک میکنه این برنامه شما. خیلی، یعنی یه موقع من شما من نصیحت کردی، گفتی اینقدر از اینجا به اونجا نفر، نمیدونم یادم به اون گفتی که به قول احتیاج نیست همش از در... یه چیز اینجوری گفتین که از درخت دیگرون میوه بخوری، خورت هم درخت شو، یه چیز اینجوری فکر کنم یادم به اون گفتین. من این کارو کردم، این کارو کردم و با همین گوش کردن دائم این برنامه ها، آفرین کردن دائم این برنامه و این دوست جدیدمون منو چیز کرد، منو همچی انداخت توی مرور اینجایی که بودم و چقدر یه رفت دوباره شوق زده شدم، دوباره خوشحال شدم که به قول گفتم پیش خودم گفتم خوشا به سعادت من که توی یک همچی جمعی هستم. واقعا خوشا به سعادت شما و من هم به شما هم به خانمتون تبریک میگم که این همه پیشرفت کردید، واقعا پیشرفت کردید، خودتونم میدونیم پیشرفت کردید. یه چی بگم؟ تبریک میگم بهتون. آره نه خیلی ممنونم. نه دقیقاً همینه. دقیقاً همینه که من خودم میدونم. یعنی به قول خیلی عالیه موقعی از بابت از طرف آدمی مثل شما این تایید میاد. این که خیلی عالیه و افتخاری نصیب ما میشه. ولی من خودم به قول خودم اون بینگ خودم بهم میگه دیگه. اون فضایی که هستم بهم میگه دارم جلو میرم. آفرین. همینطوره. این به قول جدی‌ترین نشانه حضوره که آدم خودش میدونه. خودش میدونه و همه این اتفاقا آقای شهبازی به خاطر وجود پدر عزیزی مثل شماست. قربون شما برم، من کوچیک‌تر از اون هستم ولی منم کارمو میکنم و شما حتما میدونین که گوش کردن به این سی دی ها چقدر مفیده. من بارها اینو گوش زد کردم و خواهش کردم، تقریبا میتونم بگم شما هم به سی دی ها زیاد گوش کردید، مطمئنم. دقیقاً اینجوریه. دقیقاً باید سی دی ها رو تهیه کنن دوستانی که میخوان واقعا به اونجا برسند و بهش گوش بدن و قلم کاغذ بردارند، حتی تو ماشین میتونن گوش بدن و باید اینقدر گوش بدن، بعضی جاها اگه میبینن به دلشون میشینه بنویسن، دوباره تکرار کنن. این من ذهنی، شما میدونین چی میگم، من به نظرم تایید کنید، منم خوشحال میشم که اینطوریه. من ذهنی اینقدر سفته، درسته که ما لفظاً و ذهنن و زبانن میگیم ولی نفوذ نمیکنه در ما. اینقدر باید تکرار کنیم که این ترس ما اجازه بده که این مطلب در ما نفوذ بکنه و خوندن این غزل به دفعات نرم میکنه ما رو، ترس ما میریزه، گوش کردن زیاد ما رو میبره به اون حال و هوا. بعضی نکات که به نظر ما مهم میاد، تکرار اونها دوباره ما رو نرم میکنه و اجازه میده این نفوذ کنه در ما، این مطلب مولانا. و بسیار من توصیه میکنم این سی دی ها رو، و ما هم در اینجا زحمت کشیدیم و تمام برنامه ها رو به صورت سی دی در آوردیم و خواهش میکنم اگه اینطوری تایید کنید که این سی دی ها مفید بوده. واقعا بدون سی دی تقریبا من میتونم بگم که تقریبا احتمالش کمه که یه نفر به اون پیشرفتی که شما کردید برسه. ببین آقای شهبازی، من این چند روز پیشا داشتم یکی از این سی دی ها رو نگاه باز گوش کردم تو ماشین که بودم. بله واقعا به قول قصد ندارم به قول الان به قول بی خودی تعریف کنم اینا، این تجربه شخصی منه، این چیزی که خودم دیدم. یک لغت به لغت حرفای شما به قول این چیزایی که توضیح دادنش خیلی سخته، به قول این آن اکسپلین رو شما اکسپلین دارین میکنین به زبون بازم همون من ذهنی، یعنی بالاخره ما باید اینا رو گوش کنیم دیگه. درسته. و اینقدر این حرفای شما لغت به لغتش جالب و پرمعنا، بعض وقتا فکر میکنم نمیدونم حرفای شماست داره اینقدر لغت به لغتش پرمعناست، این که به قول روکوبوسکنده بگم من داره دوزاریم تازه میزنه